در 24 ساعت گذشته کرونا در ایران 200 بیمار رو به کام مرگ فرو برده و همه رکوردهای قبلی رو شکسته. 140 روز بعد از اعلام ورود کرونا به ایران 250 هزار نفر مبتلا شده و نزدیک به 12 هزار نفر فوت کردند. آمار مرگ و میر روزانه کرونا در ایران با اعمال قرنطینه در اسفند ماه روند کاهشی خودش رو آغاز کرده بود. هرچند این روند کاهشی کند بود، اما تا اوایل خرداد ماه همچنان امیدوارکننده بود. با این حال بعد از اون آمار مرگ و میر دوباره اوج گرفت تا اینکه در روزهای اخیر چند بار رکورد شکنی کرد. مهمترین توصیه ها به مردم همچنان زدن ماسک، رعایت فاصله فیزیکی و شستن مرتب دست هاست. با این حال عادی شدن کرونا برای مردم باعث شده بود تا همین موارد ساده هم رعایت نشه. مسئولان بهداشتی در هفته های اخیر عامل اصلی گسترش ویروس رو برگزاری مراسم عروسی و عزا میدونن. با این حال برگزاری مراسم در مناطقی که در محدوده قرمز نیستند همچنان آزاده. بسیاری از کارشناسان معتقدند دولت باید محدودیت‌های بیشتری اعمال کنه. دولت از 15 تیر ماسک زدن را در اماکن سرپوشیده عمومی اجباری کرده. در حال حاضر 9 استان در وضعیت قرمز و 11 استان در وضعیت هشدار هستند. وضعیت تهران هم زرد اما بسیار خطرناکه. روز گذشته 70 نفر قربانی کرونا در تهران دفن شدند. اوجگیری مرگ و میر کرونا در حالیه که عده‌ای تصور می‌کردند این ویروس در تابستان ضعیف میشه. اما حالا که در گرمترین ماه سال هستیم اوضاع به مراتب بدتر شده. با ادامه روند فعلی مشخص نیست در موج بعدی شیوع کرونا که احتمالاً در پاییز چه اتفاقی می‌افته.